به نام خدا، محمد شفیع هستم از مجموعه پی ال سی وان، در خدمت شما هستیم با الگوریتم نویسی یک برنامه دیگه با نرم افزار تیا برای 7200 زیمنس. برنامه که اینجا براتون در نظر گرفتیم موتور دالاندر هست که همونطور که میدونیم موتور دو سرعته هست. خب این به چه صورت فعال میشه موتور دو سرعته؟ شما زمانی که S1 رو که میزنید با سرعت آهسته کنتاکتور K1 وصل میشه و موتور با سرعت پایین شروع میکنه به چرخش. زمانی که شما میایین و موتور رو میخواییم به صورت تند یا سریع فعال بکنید، کافیه که S2 رو فعال بکنید. زمانی که شما S2 رو فعال میکنید، K3 و K4 میاد توی مدار و به صورت سریع شروع میکنه به چرخیدن موتور شما. خب نکته ای که با در نظر داشته باشین این هست که اولا که از یه حالتی میره به حالت دوم، مثل حالت ستاره مثلث با تایم نیست، ما باید بهش بگیم که باید بره حالت سریع یا حالت آهسته. بعد نکته بعدی که هستش این که برای شروع ما نمیتونیم اینو با حرکت فرضی که ما در این برنامه در نظر گرفتیم این هست که در لحظه اول ما نمیتونیم با سرعت تند یا سریع این موتور رو فعال بکنیم. یعنی وقتی که لحظه اول شما کاس استارت میزنید S2 رو، کاسه و K4 نباید بیاد توی مدار، اول باید بره سرعت سریع کند یا آهسته، بعد بره سرعت سریع. برعکس این قضیه میتونه اتفاق بیفته، یعنی شما از روی حالت آهسته سریع میتونی بیای روی حالت آهسته. خب برنامه رو با هم دیگه شروع میکنیم به نوشتن. یه نکته رو من اینجا خدمتتون عرض بکنم، من عرض کردم که اولویت اگر جای خالی باشه توی این دو تا ردیفی که قسمت بالا هست با سمت چپی هست. الان اینجا سمت چپ PLC تگ ما قرار داره که اگر مثلا اگر بخوایم بیایم و OB1مون رو سمت چپ بذاریم، کافیه که این هر دوتا رو از حالتی که هستن، یعنی سر جاشون هست، به صورت فلوت در بیاریم و بیاریمشون بیرون. حالا این بار برای اینکه برن سر جاشون، اول OB1 رو، یعنی اون صفحه مربوط به پروگرام بلاک یا قسمت مین OB1 رو میگم بره سر جاش، چون اولویت با سمت چپه میره سر جای جدول تگ ها میره میشینه و در واقع ما با این کار OB1 رو آوردیم سمت چپ. اینو فقط خواستم به عنوان یه نکته در نظر داشته باشیم. خب من میام توی قسمت تگ ها و شروع میکنم به نوشتن آدرس ها. خب به طب از I00 شروع میکنیم، اسمشو به فارسی میذارم استوب، S1 رو میذارم استارت آهسته و I02 رو میذارم استارت سریع. درسته؟ توی خروجی ها هم سه تا کیو داریم که شد K1، K3 و K4. K3 و K4. یه بار دیگه من نگاه بکنم. بله، K1، K3 و K4. خب حالا این ورودی ها را مشخص کردیم، میریم توی قسمت برنامه نویسی و شروع میکنیم به نوشتن برنامه. از برنامه قبلی استوپ رو در نظر میگیریم و میایم برنامه‌ش رو می‌نویسیم، میگیم I00 رو اگر فعال کردی بیا K1 و دو تا کای دیگه رو بیا ریسیت کن. من اینو بزرگترش می‌کنم تا بتونیم فضای بیشتری رو برای برنامه‌نویسی در نظر داشته باشیم. خب من دو تا دیگه ریسیت هم اینجوری میارم برای اینکه راحت‌تر بشه، چون سمبولام سمبولای ساده هستم، میام مینویسم، دیگه لازم به آدرس نویسی وجود نداره. خب پس استوپ رو که بزنم این سه تا خروجی رو ریسیت میکنه. حالا میام توی نتورک اول میگم خب من اگر I01 رو زدم، یعنی استارت آهسته رو زدم، شما فقط میتونی فقط باید K1 رو بیاری توی مدار. خب الان اینجا K1 اومد توی مدار. برای I02 چی؟ یعنی استارت سریع چی؟ قرار شد دو تا کا بیاد توی مدار دیگه، درسته؟ حالا باید در نظر داشته باشیم که
اگر ما از حالت آهسته داریم میایم حالت سریع، باید چیکار بکنیم؟ اول باید حالت آهسته رو ریسیت بکنیم، یعنی اول کایک غیر فعال بشه، بعد حالا میتونیم اون دوتا کنتاکتوری که مربوط به قسمت سریع یا تند هستش رو فعال بکنیم. پس اینجا میشه کای 3 و اینجا میشه کای 4. حالا حفاظتی که اینجا باید در نظر بگیریم اینه که ما گفتیم خب استارت سریع در لحظه اول نباید بیاد توی مدار، پس میایم اینجا میگیم زمانی شما میتونی استارت سریع رو وارد مدار بکنی که کیو 0 و 0 یا کایه که شما فعال بشه. اگر فعال بود این کایه رو ریسیت بکن، بعد بیا کاسه و کاچهار رو وارد مدار بکن. یعنی این حفاظت باعث میشه که لحظه اول که هنوز کایک فعال نشده، شما اگر آی 0 رو دور رو بزنین، این نتورک یا نتورک 2 اجرا نخواهد شد. خب پس این رو هم در نظر داشتیم که برای اینکه از حالت آهسته بیایم حالت سریع، اومدیم اول کایک رو ریسیت کردیم. گفتیم عکس این قضیه میتونه اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی اگر ما توی حالت سریع بودیم و کاسه و کاچهار توی مدار بود، اگر استارت آهسته رو زدیم، امکان این وجود داشته باشه که بریم روی حالت آهسته. الان اینجا برنامه درسته، یعنی کایک وقتی که استارت آهسته رو بزنیم کایک فعال میشه، ولی کاسه و کاچهار چون روی حالت سری بودیم همچنان فعاله. پس میایم اینجا هم براش حالت ریسیت رو در نظر میگیریم. اینو من کاتش میکنم، یه دونه ریسیت، البته یه دونه نه دیگه، دو تا ریسیت میشه، دو تا ریسیت براش در نظر میگیرم. بعد میام این ستی که مربوط به کایک هست و اینجا قرار میدم. پس اول میام اگر از حالت کایک یا حالت آهسته رو زدم، اول میام کاسه و کاچه‌ها رو ریسیت میکنم، بعد میام چیکار میکنم؟ بعد میام کایک رو فعال میکنم. اینجا شما میتونید براش یه کنتاکت در نظر بگیرید، بگین که اگر کاسه فعال بود، یعنی ما روی حالت تند بودیم، بیا کاسه و کاچه‌ها رو ریسیت کنیم. هرچند که اگر این دوتا شرط هم نباشه و در لحظه اول شما بخواید استارت بزنید، چون عملا کاسه و کاچه‌ها غیر فعاله، ریسیتمون بی‌معنی میشه دیگه، باز هم اتفاق خاصی نمیفته. این شد برنامه ما برای اینکه موتور دالاندر رو بتونیم اینجا پیاده سازی بکنیم. خب من الان دوباره نرم افزار PLC سیم رو به این صورت باز میکنم، یه پروژه جدید 7200 به اسم پروژکت 7 ایجاد میکنم، تا یه چند لحظه صبر میکنم که این پروژه ایجاد بشه. بعد از اینکه ایجاد شد، مثل برنامه‌های قبلی کار دانلود رو از نرم افزار تیا به سیمولیشن یا سخت افزار مجازی که ایجاد کردیم انجام میدیم. خب من چند لحظه مکس میکنم، الان به این صورت ایجاد شد. خب من نرم افزار تیا رو باز میکنم و عمل دانلود رو به این صورت میام و انجام. استارت آل فینیش. خب عمل دانلود انجام شد. من اوبی وان رو به این صورت میکشم بیرون و میام توی PLC سیم. یه چند لحظه صبر میکنم. خب الان میبینیم که PLC سیم رو حالت ران هست. کافیه که ما از قسمت پایین و سیم تیبل جدول رو باز بکنیم و استوب و استارت آهسته و استارت سریع رو به این صورت وارد برنامه کنیم. خب من حالت آنلاین رو برای اوبی وان در نظر میگیرم و دوباره PLC سیم رو به این صورت باز میکنیم تا این قسمت رو داشته باشیم. ببین من استارت آهسته رو که زدم، کایک فعال شد و زمانی که استارت سری رو که میزنم، این بار کاسه و کاچهار فعال میشه. زمانی هم که استوب میزنم، همشون غیر فعال میشن. حالا در لحظه اول من اگر بیام و حالت
استارت سریع رو بزنم هیچ اتفاقی نمیفته. میگه شما در لحظه اول نمیتونی با سرعت تند بیای توی مدار، اول باید بری حالت آهسته، کایک فعال بشه، حالا اگر خواستی میتونی بری روی حالت سریع. عکس این قضیه هم، ولی عکس این قضیه میتونه اتفاق بیفته. یعنی ما اگر روی حالت سریع باشیم و حالت آهسته رو بزنیم، میبینید که به این صورت اومدیم روی کایک، دوباره من میرم روی حالت سریع آهسته، به این صورت سریع و آهسته. استوپ هم که هر جا بزنیم به این صورت میاد کل سیستم رو ریسیت میکنیم. پس به این صورت اومدیم با این الگوریتمی که در نظر گرفتیم و برنامه نویسی و حفاظت ها، برنامه موتور دالاندر رو با هم دیگه پیاده سازی کردیم.